به نام خدا و تقدیم سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیو های ما. لطفا چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیو های جدید و جالب ما را از دست ندهید. واکنش عبدالله عبدالله و امرالله سالی و سیاسین دیگر در مورد هشدار حکمتیار برای سقوط حکومت. لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی با نشر اعلامیه گفته است زبان تهدید و زور در افغانستان نتیجه نمیدهد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مراسم تودیعی حسین اونی بوتسلی نماینده دائمی سازمان همکاری اسلامی در سفارت ترکیه در کابل گفت که رهبران سیاسی باید شرایط جاری در کشور را درک کرده و سخنان حساسیت برانگیز و تهدیدآمیز اجتناب کنند. در آغاز دکتر عبدالله عبدالله از زحمات، کارکردها و همکاری طولانی نمایندگی سازمان کنفرانس اسلامی در کابل قدردانی کرد و گفت که آقای بوتسلی در شرایط دشوار و در موقعیت‌های مختلف از مردم افغانستان حمایت و پشتیبانی کرده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که سفیر بوتسلی دوست خوب و سابقه دار مردم افغانستان است. او در سمت‌های مختلف به خصوص در سازمان کنفرانس‌های اسلامی در حمایت از صلح، ثبات و آرامش در افغانستان کار کرده است. دکتر عبدالله عبدالله گفت که سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای دوست افغانستان همواره از آتش بس و مذاکره معنادار میان افغانها حمایت کردند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در بخشی از سخنانش گفت که در شرایط کنونی مردم افغانستان توقع دارند که رهبران از زبان تهدید، زور و خشونت استفاده نکنند. دکتر عبدالله عبدالله با بیان این که زبان تهدید و زور در افغانستان نتیجه نمیدهد افزود که برخی چهره های سیاسی گاهی که مایک در اختیارشان قرار میگیرد بدون احتیاط حرف میزنند. وی گفت که باید همه متوجه وضعیت باشیم، حساسیت و شرایط را درک کنیم و پیام صلح، همدیگر پذیری و وحدت بیرون دهیم. سخنان اخیر تهدیدآمیز گلبدین حکمتیار با واکنش های متعدد روبرو شده است. سال آن را فکایی سیاسی خوانده است. رهبر حزب اسلامی اخیراً با اعلام جنگ علیه دولت افغانستان گفت که اگر زندانان این حزب فوراً آزاد نشوند، ارگ ریاست جمهوری را محاصره و دولت را از قدرت ساقط می کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی درباره سقوط حکومت و محاصره ارگ ریاست جمهوری را فکایی سیاسی خوانده است. گلبدین حکمتیار روز یکشنبه 26 دلف که به مناسبت خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان سخنرانی میکرد، هشدار داد که اگر توافقنامه صلح حزب اسلامی و دولت عملی نشود، با راه اندازی تظاهرات گسترده ارگ را محاصره و ارگ نشینان را به سرنوشت پرچمی ها گرفتار خواهد کرد. حکمتیار همچنان حکومت را به سنگ اندازی در روند صلح متهم کرد و گفت که از کشورهای منطقه در ضمن کانتینرهای تجارتی سلاح به کشور وارد و به فرماندهان ضد طالبان توزیع می کند تا برای جنگ آمادگی بگیرند. امرالله صالح در واکنش به این اظهارات گفته است که دولت نیاز به آوردن سلاح به صورت مخفیانه و قاچاقی ندارد. به گفته او دولت همیشه نیازهای تحصیلاتیش را به صورت واضح و مشروع برآورد کرده است و می کند. سالی افزوده است که تدارکات تحصیلاتی در سرحد مقام ریاست جمهوری است و او مصلحت آخر را تعیین می کند که از کدام مرجع خریداری شود. معاون اول ریاست جمهوری با اشاره به بخش دیگری از سخنان حکمتیار گفته است که بیش از 40 سال تلاش فرسایشی و افسردکن توأم با بغاوت، کودتا، دسیسه، توطئه، جنگ و کشتار موصوف را به ارگ نرسانید. او افزوده است که حکمتیار به هیچ آدرس ضد افغانستان نیست که مراجعه نکرده باشد و با آن هم به ارگ نرسید. صالح در ادامه در صفحه فیسبوکش نوشته است وقتی که گلبدین حکمتیار به بیرق ملی، قانون اساسی و نظام تمکین کرد، به ارگ مهمانش کردند تا ساعتی را در یک جمع بگذراند. معاون اول ریاست جمهوری افزوده است آن ساعت را نیز ضایع ساخت و جریحه ایجاد کرد. حالا از مرحله راکت زدن به حرف زدن تکامل نموده است. این بخش را باید ارج بگذاریم. بگذارید بگوید. هرچی دلش است بگوید. فکایی های سیاسی خبرساز ترند.
سخنان گلبدین حکمتیار درباره مقاومت دوم که از سوی برخی از چهره ها مطرح شده است نیز واکنش برانگیز بوده است. رهبر حزب اسلامی گفته که شماری از ناافغان های ملت ستیز و جنگ طلب شعارهای مقاومت دوم را به اشاره و دستور کشورهای جنگ طلب سر دادند. او در ادامه افزوده که مقاومت اول اینها به فرار تا کولاب منجر شد. حکمتیار و نفرت دو پدیده همزاد. عطا محمد نور رئیس شورای حزب جمعیت اسلامی در واکنش به این سخنان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که اظهارات حکمتیار اوج عقده‌مندی و بیچارگی او را نشان می‌دهد. صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی نیز به سخنان حکمتیار واکنش نشان داده است. ربانی گفته است که مقاومت ملی دولت اسلامی از مستقل‌ترین حرکت‌ها در تاریخ مبارزات کشور بوده است. او در پایان تاکید کرده است که در شرایطی که افغانستان به همدلی و همبستگی نیاز دارد، اظهارات تخریش کننده و عقده‌مندانه از این دست جز ترویج نفاق و نفرت و ایجاد فضای تشدد و فاصله میان گروه ها و نیروهای سیاسی و جامعه پیامد دیگری ندارد. با این حال دواخانه مینپال یکی از سخنگویان ارگ در واکنش به این سخنان آقای حکمتیار گفت که به هیچ کس این حق داده نمی شود که به زور بی مورد متوسل شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت این نظام نظام افغانان است، به اساس اراده ملت افغانستان به میان آمده. از این نظام افغان ها دفاع می کنند. افغانان از گذشته بسیار تجربه کسب کردند. به هیچ کس این حق را نمی دهیم که به زور به ارگ حاکم شود و یا به زور به ارگ داخل شود. قوه های امنیتی و دفاع افغانستان از این نظام حمایت می کنند و افغانان نیز از این نظام حمایت می کنند. رهبر حزب اسلامی در حال خواستار آزادی زندانیان این حزب شده که شماری از اعضای پارلمان میگویند که زندانیان داعشی در پوشش اعضای حزب اسلامی از زندان آزاد میشوند. احمد ضیا مسعود نماینده سابق رئیس جمهور افغانستان در امور حکومتداری خوب نیز در انتقاد به آزادی زندانیان حزب اسلامی گفته که آزاد کردن قاتلان مردم افغانستان تحت نام حزب اسلامی خیانت بزرگ ملی، تشویق تروریسم و کشتار مردم توسط این جنایتکاران است. در همین حال برخی از کاربران و سایت های اجتماعی حکومت را به برخورد دوگانه در برابر این اظهارات رهبر حزب اسلامی متهم می کنند. کاربری گفته است که چرا حکومت در برابر تهدید حکمتیار همانند واقعی بهسود اقدام نمی کند. کاربر دیگر اظهار داشته که اگر این تهدید را غیر از حکمتیار و قوماش مانند او می گفت، ارگ چی واکنش نشان می داد؟ چند سند و دلیل بر غیر مسئول بودن طرف بیرون می داد. پیش از این نیز گزارش های متعددی از فعالیت های مسلحانه اعضای حزب اسلامی در مناطق مختلف کشور منتشر شده بود. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از آخرین و تازه ترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا ویدیو و مطالب بعدی بدرود.